از ادب احترام دارم به شما همیانان از ارجمند. امروز 20 تیر ماه 1402 دوست آقای امیر شورتی برنامه رو هدایت میکنند. در دوره علی خامنه ای تمامیت ارضی ایران مورد تعرض قرار گرفت، تمامیت ارضی میهن ما. این احزاب و گروه های تجزیه طلب نبودند که ایران رو تکه پاره کردند، این حکومت علی خامنه ای بود که بخشی از ایران رو در دریای مازندران، بخش از حاکمیت و حکومت ما، واسه از مالکیت ما رو واگذار کرد به روسا و کشورهای حول و حوش دریای مازندران، چیزی اندازه یک استان مهم کشور رو واگذار کرد. این اولین تعرض به تمامیت ارضی بود. تعرض دوم در مسکو صورت گرفت. شب گذشته همیانانم در کنفرانس، در نشست شورای همکاری خلیج عرب و روسا، در رأسشم آقای لابروف، سرگئی لابروف وزیر خارجه. نمیدونم چرا بی بی سی دائما جعل میکنه این اسم رو. اسم این شورا شورای همکاری کشورهای عرب خلیج، اسم شورای همکاری خلیج فارس نیست. با کی هستیم؟ آقای دکتر عباس میلانی عزیز همیانانم، استاد برجسته دانشگاه استانفورد. نگاه کنید، اینم لوگوی این شوراست و هنوز هم ما داریم به خودمون رو فریب میدیم. حتی رسانه هایی که خیلی ادعای امانتداری دارن. آجا تو میلانی، درود بر شما، خوش آمدید. سلام قربان به شما و به همه بینندگان عزیزتون در هر جای ایران پهناور و مورد تعرض نکبت ولایی. آقای دکتر میلانی، اتفاقی که در مسکو گذشت به نظرم خیلی تکان دهنده است. من برای ایرانیانی که دارن میبینن رهبرشون چطور خیلی نوکرمنش ایران رو، واقعا سرنوشت ایران رو در جنگ اوکراین واگذار کرد به ولادیمیر پوتین و داریم عوارضش رو تحمل میکنیم. حالا این خبر میخوام ببینم که از دید شما معناش چیه؟ بفرمایید. معناش به گمان من بدیهیه، به این معنا که روسیه یک ایران دلیل میخواست در تمام سالهای اخیر، هر گونه امکانی که این رژیم خودش برجی پیدا بکنه مانع شد. آفیست به صحبه دریف توجه کنید. دکتر میلانی ببخشید، این صدای بلنگوتون یک کمی کم بلندگو، صدای بلنگو نه میکروفون، صدای بلنگوتون یک کمی کم کنی. بلنگو ندارم. چرا حتما چرا داری؟ صدای اسپیکر رو کم بکنی چون صداتون به طور مقطع پخش میشه. الان بهتره؟ الان صحبت کنید. الان بهتر شد؟ الان مثل که بهتر شد. بفرمایید. معذرت میخوام. روسیه یک ایران ذلیل میخواد، میخواست و ایرانی میخواست که بتونه باش هر رفتاری رو بکنه، چه در واقع دریای خزر، در مذاکرات دریای خزر، چه در جنگ اوکراین، چه در مسئله گاز. اینها هیچ کدوم از این مسائل به نفع مصلحت ایران و استقلال ایران نیست. ولی همونطوری که شما بهش اشاره کردید، آقای خامنه یک ارادت و خفت پایان ناپذیری نسبت به روسا داره، نسبت به اوکراین داره، نسبت به پوتین داره و حاصلش همین شده که روسا دقیقا ایران رو اونجایی میابند که میخواستند. یک ایران ذلیل، یک رژیم منفور و منزوی که چاره ای جز تحمل هر تعرضی رو از طرف روسیه نداره. برای من تعجب آور نیست که روسا یک چنین کاری بکنن، هم به خاطر اینکه بارها و بارها در صرف 300 سال اخیر روسا به ایران خنجر زدن. هیچ کشوری به اندازه روسیه
هیچ کشوری به اندازه روسیه از ایران خاک به زور استعماری نبرده و فکر میکنم هیچ کشوری به اندازه روسیه در مقاطع کلیدی به ایران صدمه زده. از دوران قاجار بگیرید، انقلاب مشروطه بگیرید، دوران پهلوی بگیرید، مصدق بگیرید، خود این رژیم بگیرید، هر فرصتی اینا داشتن خنجر زدن و الان هم میبینن که پول اون طرف خلیج فارس است، تمام امکانات اون طرف خلیج فارس است و در رقابتی که اینها با چین و با آمریکا دارن به هر حال ناچار بدن یه چنین در واقع بیانیه‌ای صادر بکنن. بیانیه‌ای که اینها در این جلسه صادر کردن خیلی متفاوت از بیانیه‌ای که رئیس جمهور چین در عربستان صادر کرد نیست. اونجا هم خلیج فارس رو نام جعلی بهش دادن، اونجا هم حق کشورهای عرب خلیج فارس رو در حل این مسائل به رسمیت شناختن. بعدش هم چین قرارداد 25 ساله با قطر برای گاز بست، نه با ایران. به همین خاطر هم چین هم روسیه ایرانی ذلیل و منصبی میخوان که بتونن باش هر کاری بکنن و مسئول این کار بیش از هر کس آقای خامنه ایست، هم به لحاظ این که قدرت استبدادی مطلق داره، هم به لحاظ این که این سیاست انقیاد در برابر شرق رو او بیش از هر کس طرفدارش بوده. یک ایران مستقل حتما با چین و با روسیه رابطه می داشت، ولی یک ایران مستقل قطعا نوکر روس و چین نمی بود. و تصور این که مثلا وزیر امور خارجه شوروی، چون در اون زمان شوروی بود، جرأت بکنه در 10 سال آخر سلطنت محمد رضا شاه یک چنین بیانیه صادر میکنه یا حتی از اسمی جز خلیج فارس استفاده بکنه و باعث اعتراض شدید مستقیم پر پیامد ایران نباشه قابل تصور نیست. یعنی اصلا میدونید میزان علاقه که شوروی داشت با اینکه با ایران رابطه داشته باشه، با دولت ایران رابطه نزدیک داشته باشه، رابطه اقتصادی داشته باشه، و حاضر بودن 1001 امتیاز بدن و جوری که رژیم شاه با اینها برخورد میکرد. من بارها به این مسئله حتی فکر کنم در گفتگو با شما اشاره کردم. متن گفتگوی شاه با سفیر شوروی در 1967 و اسناد زاهدی هست، اون وقت وزیر امور خارجه بوده، ببینید با چه لحنی شاه با نماینده سفیر شوروی صحبت میکنه. اگه شما حق نداشتین کار بکنید، شما مثل معمول دروغ میگید، ما فلان کار اجازه دادیم این کار بکنیم، در این زمینه دروغ گفتید، فلان کردید. یعنی مقایسه میکنید با الان و واکنش احتمالی این رژیم به این خنجر تازه و میفهمید که چه سقوطی ایران کرده و چه بهایی این عشق و انقیاد و خفتی که خامنه ای نسبت به روسیه داره و نسبت به چین داره بر ایران تحمیل شده. آقای امیر شورتی، لطفا خبرگزاری پارس رو هم نشون بدید، تیتر درست رو نگاه کنید، هم میانانم حتی خبرگزاری رسمی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم خبر رو سانسور کرده. اول از شورای همکاری خلیج عرب به عنوان شورای همکاری یاد کرده، اصلا عرب و خلیج و خلیج فارس و اینها رو برداشته. یک بعد این لحظه تحسین آمیزی داره، یعنی گزارش تحسین آمیز از نشست در جهت چی بوده؟ در جهت جدایی بخشی از خاک ایران بوده. دو قدرت بزرگ الان روسیه و چین هر دو ایستادن پشت سر این به اصطلاح واگذاری 3 جزیره ایرانی به عرب یا به طور مسالمت‌آمیز یا از طریق دیوان عالی، دیوان بین‌المللی دادگستری.
از این دو طریق. پیش از این هم بخشی از آبهای دریای مازندران رو واگذار کردن به گردش، یعنی چیزی حدود 11% وسعت این دریا رو واگذار کردن. و آقای دکتر میلانی، تا به حال ندیدم آقای خامنه ای در این زمینه اعتراضی کرده باشه، با اینکه سالها داره میگذره. 11% از خاک ایران رو، از حاکمیت ایران رو ما واگذار کردیم، از مالکیت ایران رو واگذار کرد. این قدم دومه، چون به معناش تجزیه بخشی از خاک ایرانه. بفرمایید. ببینید آقای خامنه‌ای، تعجب نیست اعتراض نکنه، سیاست خامنه‌ای سیاست خود اوست. یعنی هیچ کس به اندازه او مسئول این سیاست وابستگی به روسیه و به چین و اینکه باید یک نگاه به شرق داشت. ما این نشریات وابسته به حزب توده که هنوز به رغم پایان پذیرفتن دولت شوروی، هنوز وابستگیشون به شوروی برجاست. شما نگاه بکنین، پیکنتو بخونید، پیک از اینکه یه دی در ایران حاضر نیستن این سیاست آقای خامنه‌ای رو بپذیرن. بقیه دولت مردان، هر کسی که از استقلال ایران دفاع کرده، نزد اونها مذموم دیگه و میگن که بله، خامنه‌ای میخواد بره به طرف سیاست کاملا وابستگی به شرق و یه دی در ایران و در خارج اینها نوکرای امپریالیست هستن، اجازه نمیدن. دقیقاً این همون زبانی که قبلا حزب توده استفاده میکرد، الان این تتمه اونها به همون اندازه وابسته به روسی هستن. به همین خاطر خامنه‌ای تعجبی نداره که از این قضیه انتقادی نکنه و تعجبی هم نداره که در این سیاست پافشاری بکنه، برای اینکه راه دیگری الان براش نیست. الان تمام آینده حتی رژیم رو به اونها واگذار کرده. و تازه به نظر من ما اصلا در مورد ابعاد نفوذ روسیه در ایران، حداقل من اطلاع دقیق ندارم، شکی ندارم که اینها در سپاه نیرو دارن، نیروی گسترده دارن، شکی ندارم که در اطلاعات و وزارت اطلاعات و دفتر خامنه‌ای و جاهای دیگه نفوذ دارن، در شبکه‌های اجتماعی نفوذ دارن. شما کارکرد روسیه رو نگاه بکنید، در هر جای دیگه جهان، هر جا که تونستن این رخنه رو کردن، تو ایران، ایرانی که انقدر براشون کلیدی بوده و هست، رخنه نکنن. من نیدم کسی اطلاعات دقیقی داشته باشه از ابعاد این نفوذ. این که شما میگید روزنامه سپاه تمجید کرده از این ابعاد نفوذ روسا و عوامل روسا، منید اون کسی که در خارج کشور دفاع میکنه از سیاست چرخش به شرق و فوش میده و هر کسی در داخل رژیم که این سیاست رو بر نمیتابه، خب نسخه بدن اینها در داخل ایران هم هستن دیگه. اونها تو این رژیم دارن چیکار میکنن؟ اونها چگونه این سیاست ها رو تغییر میدن؟ میگم دوباره کافیست دادم به همون صحبت آقای ظریف گوش بده که میگه هر وقت ما نزدیک میشدیم که یه توافقی بکنیم، یا روسا یا عواملی در داخل ایران یه کاری میکردن که شدنی نمیشد اون قرار داد، اون توافق یه جوری زیرا بشون میزدن. به همین خاطر وابستگی این رژیم و تازه دوباره ما داریم ابعاد اطلاعاتی و سرزمینش رو صحبت میکنیم، بهای اقتصادی که ایران برای این وابستگی داده، مقدار پولی که روسا از قبل برنامه اتمی ایران هپل و هو کردن. دوباره من یکی از همین به اصطلاح متخصصین روسیه رو میدیدم در یکی از این برنامه ها صحبت میکرد، گفت 500 شرکت وابسته به فعالیت های اتمی در روسیه که در ورطه ورشکستگی بودن، به لحاظ قراردادهایی که با ایران امضا کردن نجات پیدا کردن. یک صنعت، یک تکنولوژی، با قول فیزیکدان معروف، یک تکنولوژی آغاز جنگ جهانی
دوم رو به بهای چند ده برابر به ایران حساب کردن، هیچی هم تاش هنوز باقی نمونده. اون ابعاد اون فاجعه چقدره؟ یعنی ابعاد اقتصادی اون فاجعه چقدره؟ به خلیج عربی 15 سال پیش یک واژه نه تنها جعلی بلکه غریب بود، الان هم یک واژه جعلی است به گمان من، ولی گسترش پیدا کرده، مطبوعات مختلف می نویسند. یه دانشجوی به من گفت، من 100% در این مورد اطمینان ندارم، ولی دانشجوی درخشان درجه یکی بود، هیچ دلیل نداشت من نادرست بگه، گفت فشار آوردن دانشجویان در دانشگاه جورج تاون که چطور میشه شما در مورد دیپلماسی کلاس میذارید، تاریخ دیپلماسی دارید، یک کلاس در مورد ایران ندارید. یک کلاس گذاشتن بالاخره، عنوان کلاس هست ایران و نقشش در خلیج عربی. نه دلیلش اینه که شما وقتی برید، من دو سال پیش اونجا مدعو بودم، رفتم سخن صحبت کردم در مورد اتفاق همین که چطور شما برنامه ایران شناسی ندارید، مطالعات ایران ندارید، شما ناسلامتی مرکز تربیت دیپلمات های برجسته آمریکا هستید. پنج تا مرکز مختلف اون دانشگاه رو پولش رو عربا دادن، اونا پولاشون رو میارن در جورج تاون خرج میکنن. آقای خامنه ای پول کجا خرج میکنه؟ جامعه المصطفی میسازه. ببینید چند صد میلیون دلار تا به حال اینا خرج کردن، یه پدیده به اسم جامعه المصطفی درست کردن. دانشجوی با بورس کامل از اقصا نقاط جهان میارن، در یک زمانی ادعا میکردن نزدیک 100,000 نفر طلبه دارن در قم تربیت میکنن، در میگن در نمیدونم 80 کشور دیگه ما مرکز اسلامی داریم. همین تئوری نکبت ولایی رو تبلیغ میکنن، دوباره الگوشون الگو رو از شوروی گرفتن، الگو رو از دانشگاه پاتریس لومونبا گرفتن که مرکز تربیت جاسوس برای روسیه بود و به اصطلاح مرکز تعلیم مارکسیسم لنینیسم بود، ولی همه میدونستن پاتریس لومونبا یعنی مرکز جاسوس ساز و جاسوس پرور. اینا هم جامعه المصطفی رو درست کردن به جای اینکه بیان در دانشگاه ها کرسی ایران شناسی بذارن، به جای اینکه بیان از حق ایران در موزه ها دفاع بکنن. نصف آثاری که فرانسه از ایران به سرقت برده در دوران قاجار و بخشی از دوران پهلوی، اونجا به عنوان فرهنگ اسلامی ازش، هم مال دوران قبل از اسلام ایرانه. درست. اگر این پولا رو به جایی که میدادید در بیروت مدرسه بسازید یا جامعه المصطفی در جهان تربیت بکنید، ایجاد بکنید، خرج این کار رو میکردید و کسی جرات نمیکرد این نوع اعتراض ها رو انجام بده. حالا گام آخری که دیدم در این زمینه برداشتن، یه درصدی از ورودی های دانشگاه تهران رو به این حشدالشعبی واگذار کردن. بله. یعنی عوامل خودشون و عوامل وابسته به خودشون رو، نیروهای نیابتی خودشون رو میارن در دانشگاهی که مثلا باهایی های در ایران رو حس میکنن، مثلا دخترهایی که حاضر به پذیرفتن حجاب اجباری نیستن حس میکنن، حشدالشعبی رو آوردن اونجا نشن. از دانشجوهای دیگه من از قبل شنیدم که تو همه کلاس ها تقریبا دانشجوی بورسیه کامل سوری و عراقی و لبنانی هست، به جای اینکه دانشجویان ایرانی این کرسی ها رو، این صندلی ها رو در اختیار داشته باشن. یعنی ابعاد فاجعه و ابعاد تحجر این رژیم و تلاشش برای تبلیغ و تعمیق این تهجر شگفت انگیزه و غم انگیز و بی غیرتی این حکومت نسبت به ایران و منافع ملی، و واقعا عجیب. حق دارید آقای دکتر میلانی، به عنوان کارشناس به من بفرمایید، وقتی دو قدرت بزرگ مثل چین و روسیه هر دو عضو
شورای امنیت سازمان ملل هر دو دارای حق وتو از جدایی جزایر ایران دفاع میکنند. شب گذشته روس ها این کارو کردن، پیش از این چینی ها کردن. میدونیم نیروهای آمریکایی مستقر در منطقه خاورمیانه هم از لفظ خلیج عرب استفاده میکنند، گرچه در ادبیات ارتش آمریکا این متداول هنوز نشده، ولی احتمالا ممکنه اینجا سرایت بکنه، همینطور بره وارد ادبیات دولتی بشه توی این مملکت. همینطور بازم اشاره فرمودید به این دانشگاهی که محل آموزش دیپلماسی است. خب در واقع میشه یواش یواش پذیرفت که خامنه‌ای داره واگذار میکنه، باز بخشی از، چون عملا کلید خورده جدایی جزایر ایرانی خلیج فارس، چون من معنای دیگری نمیتونم براش پیدا کنم. ببینید من باورم نیست که اگر مرادتون از کلید خورده اینه که امری متحققه، من باور ندارم. ببینید خلیج فارس 2000 ساله در 1001 نقشه به عنوان خلیج فارس بوده، پول نفت نمیتونه تمام این سابقه را حذف بکنه یا پولشویی باش بکنه، نمیشه به نظر من. ولی حتما دقیقا همونطور که گفتید الان خیلی مسئله متداول تره. ببینید توی مینوت مذاکره هست که اردشیر زاهدی داره مذاکره میکنه توی جلسه خصوصیه و دین راست وزیر امور خارجه است، در حین صحبتش میگه بله مثلا ما در خلیج نمیتونیم چیز کنیم. اردشیر زاهدی میگه چی گفتی؟ خلیج؟ ما خلیج نداریم، خلیج فارسه. یارو میگه بابا بیا ببین من رو متن نوشتم خلیج فارس، خواستم به خاطر اجمال این کارو بکنم. میگه نه اجمال مجمال نداریم. از اون پافشاری دوباره اینا، چون اسناد اردشیر زاهدی اینجاست، من میگم اردشیر زاهدی دعوت میکنن به کاخ ملکه و هیئتی از بحرین، و وقتی که هنوز ایران به اصطلاح استقلال بحرین رو به رسمیت نشناخته بود، اردشیر زاهدی تمام هیئت ایرانی رو خارج میکنه، میگن بهش میگن سابقه نداره از من مهمونی ملکه، میگن غلط کردم بدون اجازه ما، بحرین وجود نداره، چه بحرین رو دعوت کردن. خب اینا نگاه کنید در چه جلساتی خود حضور داشتند، با چه شرایطی حاضر شدن که مثلا آشتی کردنشون با عربستان تحت فشار چین هر خفتی رو حاضر شدن بپذیرن. با این حال من فکر میکنم نام خلیج فارس قاعدتا ماندگار خواهد بود، ولی این شرطش در این است که حالا که این رژیم ذلیل نکبت از حق حاکمیت ایران دفاع نمیکنه، ما که در خارج هستیم تمام امکاناتمون رو باید به خرج بدیم. اگر واقعا یه چنین کلاسی در دانشگاه جورج تاون داره درس داده میشه، بعد همه ای ماست، بعد دانشجویان هست که به رؤسای دانشگاه بنویسن که این برخلاف سیاست واقعی موجود دولت آمریکاست. دولت آمریکا وزارت امور خارجش 5 خیابون برای دکون شماست. چطور یه چنین اجازه میدید؟ چطور یه چنین خفتی رو تحمل میکنید چون پول عربستان هست؟ کسانی که امکانات دارن با در موزه ها، در کتابخونه ها، همه اینها، میگم دوباره بعضی از دوستان این کار رو میکنن. من توی جایی نوشتن در مورد اینکه توی موزه سان فرانسیسکو، موزه آسیایی سان فرانسیسکو، میخواستن تمام به اصطلاح کارهایی رو که از ایران باستان داشتن بیارن زیر یک مجموعه به اسم اسلامیک عربیک آرت، و حمید مقدم میگه یعنی چی شما چنین چیزی اصلا وجود نداره، اینا بخشی از اون پدیده نیستن. میگه خب اونا پول دادن ما داریم اتاق، میگه خب من کمک میکنم اتاق مجزا بسازید برای ایران، میذارن و این کار انجام میشه. میشه این کارها رو کرد.
میگم در اون دوران رژیم شاه به طور پیگیر و پیوسته و آشتی ناپذیر از این حق دفاع میکرد، از این نام دفاع میکرد، از حق حاکمیت ایران دفاع میکرد. اینها روسا از فضای ایران حرکت میکردن در جنگ با در جنگ سوریه. اون صحبتی که من گفتم بین شاه و سفیر شوروی بود، دقیقا زمانی بود که ایران اجازه چند پرواز داده بود و روسا یکی دو تا پرواز اضافه کرده بودند و شرایط ایران رو در اون پروازها محترم ندونسته بودند. خب اصلا الان کی میدونه که روسا در مثلا فضای ایران چه میکنن؟ مثلا کسی مگه جرأت میکنه با روسا یا با چین؟ وزیر بهداری ایران در مورد کرونا یه صحبتی کرد، سفیر چین در ایران گفت که عملا خفه حرف نزن در این مورد و جرأت نکردن بحث رو ادامه بدن. یعنی این همش با اون معناست که واقعا وظیفه ما که در خارج هستیم در دفاع از این میراث، میراث ایران و ایرانیتی که به ما رسیده بیشتر و بیشتر میشه. خوشبختانه خیلی از ایرانی ها کمک کردن. ببینید میگم دوباره در این 40 سال، ببینید عربستان و امارات و قطر چقدر پول در دانشگاه های آمریکا خرج کردن. خب در دوره قبل ایران بود که این خرج ها رو میکرد و کرسی درست میکرد و کمک میکرد به این که این میراث ازش پاسداری شه، زبان فارسی پاسداری بشه ازش. الان اگر در این چند سال، در این 40 سال کرسی ایران شناسی، مرکز ایران شناسی در دانشگاه های آمریکا ایجاد شده، تقریبا همش کار ایرانی ها بوده. از اون کارها باید بیشتر بشه، برای اینکه کاری که رژیم باید بکنه یعنی دفاع از میراث ایران، چه میراث سیاسیش، چه میراث فرهنگیش، چه میراث نامیش، الان تا حد زیادی به عهده ایرانیان خارج از کشوره و ایرانیان داخل کشور که وابسته به این رژیم نیستن. اونا خب کار خودشونو میکنن دیگه، جنبش زن، زندگی، آزادی یک جوری نام ایران رو زنده کرد که صدها میلیون پول امارات یا عربستان نمیتونست برای عربستان یا امارات مثلا نامی مثبت یا تصویر مثبت ایجاد کنه. دوزی بیناری، حالا خلیج فارس قطعا همینه، حالا با این پیشینه بزرگ تاریخی که داره، چیز عمیق تاریخی، ولی واگذاری سه جزیره دیگه تقریبا کلید خورده. واگذاری سه جزیره، من اشارم به این موضوع بود. اونم من فکر ببینید واگذاریش به نظر من هنوز کلید نخورده، ولی این بحث که این مسئله رو میشه روی میز دوباره مطرح کرد و مسئله جدی تلقیش کرد و قابل بحثش دونست، اون به نظر من قطعا کلید خورده و در دوران شاه این مسئله مخدومه تلقی میشد. الان دقیقا به نظر من حرف شما درسته که تونستند اون رو به یک مسئله بالقوه جدی و بالقوه قابل طرح مطرح بکنند و هرگز به اندازه الان به گمان من پشتوانه بین‌المللی نداشته. تشکر میکنم آقای دکتر. امروز عبیانو میخواستی با آقای دکتر عباس میلانی عزیز درباره دکتر محمد مصدق، نگاه دکتر میلانی به دکتر مصدق، زندگی و پیشینه او، کارهای او، دستاورد او صحبت بکنی، مناسباتش با شاه که میماند برای هفته بعد، چون موضوع مطرح شد فکر کردیم خیلی از درجه اهمیت بالایی برخورداره، حتما هفته آینده به اضافه اون چی که در 28 مرداد گذشت. ببینیم واقعیت چی بوده. بالاخره نسل ما نسلی بود که مونده بود این وسط، کی داره راست میگه، کی حقیقت رو میگه. و امروز این فرصت رو ما داریم که یک بار دیگه تاریخ رو کند و کاو بکنیم و واقعیت های پنهان رو ازش بیرون بکنیم.
دوتا میلانی خیلی سپاسگزارم. میخواستم دوتا میلانی قبل تشریف ببرید یه دو دقیقه وقت داریم، این پرونده رابرت مالی در اختیار اف بی آی قرار گرفته. پس این پرونده یک دیپلمات مثل رابرت مالی در اختیار اف بی آی، اتفاق جنایی رخ داده، یعنی قضیه خیلی جدی است. به نظر من حتما اگر به اف بی آی ارجاع شده که شده، و اینکه نه تنها به اف بی آی ارجاع شده بلکه ارجاع شدنش به اف بی آی رو اعلام کردن. میتونستن این قضیه رو اگر مسئله جدی نبود به گمان من میتونستن بررسی بکنن، بررسی اداری بکنن و این هرگز درز مطبوعاتی پیدا نکنه. اینکه درز پیدا کرده و هر روز ابعاد بیشتری از این ماجرا درز پیدا میکنه، در تهران تایمز میخوندم که اطلاعات دقیقی به اصطلاح به نظر اطلاعات دقیقی داشتن که با کی صحبت کرده، چجوری بوده، کی بوده، چجوری. اینها همه به نظر من حکایت از این داره که مسئله بیش داره. تو همون فکر کنم تهران تایمز گفتن که ایشون انقدر نگران هست که رفته وکیل گرفته و برای اینکه فکر میکنه مسئله جدیست. به هر حال به نظر من تردیدی نیست که مسئله آقای مالی مسئله جدیست و برای من تعجب آور خواهد بود اگه بتونه به کارش برگرده. ولی اینکه سیاست بایدن، دولت بایدن در مورد ایران آیا تغییر میکنه یا نه، اون به نظر من هنوز روشن نیست. حتما هیچ کس به اندازه آقای مالی منادی سیاست سازش با ایران نبوده. نه هیچ کسی تو دستگاه بایدن اینا به ضرس قاطع میتوشه گفت. ولی دیگرانی هم هستن که کماکان فکر میکنن که مثلا نوعی همراهی با این رژیم یا سازش با این رژیم یا نوعی توافق موقتی با این رژیم ممکنه به نفع آمریکا باشه. به همین خاطر اینکه چه تغییری در سیاست هست برای من حداقل روشن نیست. ولی سیاست سازش با ایران و آوانس دادن به ایران مهمترین مدافعش و طراحش رو به گمان من از دست داد. خیلی تشکر میکنم. مثل همیشه آموزنده آقای دکتر میلانی. تا هفته آینده. ممنون. هیدری لا گروپ، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا و نوادا. سامان هیدری و همکاران متخصص در تصادفات و صدمات شدید بدنی، از جمله اوبر، لیفت، تراک و موتورسیکلت. دفاتر سامان هیدری در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. 818-818-0707 heydarilawgroup.com. جواهری پارس با مدیریت مسعود افلاطونی، شنبه ها و یک شنبه ها ساعت 13 به وقت لس آنجلس، تکرار برنامه چهار شنبه ها ساعت 15، 818-344-5050، 818-377-31، از شبکه جهانی تلویزیون پارس. به به، هیچی مثل دوغ بیبلوس نمیشه. یادتونه قدیما میرفتیم لب چشمه، درکه، دربند، چلو کباب سفارش میدادیم، غذا به همون نمیچسبید تا اون دوغ محلی و طبیعی رو مینوشیدیم. الانم تنها دوغی که کاملا به یاد دوغای خونگی خودمون میندازه دوغ بیبلوسه. سالم، کاملا طبیعی، خوشتم، تهیه شده از ماست و شیر بدون هورمون و مواد افزودنی. امتحان کنین، خودتون تایید خواهید کرد که هیچ چیزی مثل دوغ بیبلوس نمیشه. شمایی که بیزینس رو در دوران سخت و طاقت فرسای کرونا حفظ کردید و حقوق تمام کارمندانت رو به طور کامل پرداخت کردید، حالا نتیجه اون رو ببینید. دولت به شما در ازای هر کارمند 26,000 دلار پرداخت میکنه. بله، 26,000 دلار. آیا شما صاحب این مکانیک شاپ هستید؟ بله، من صاحب مکانیک شاپ هستم و در زمان کرونا حقوق تمام کارمندها و کارگرهامون رو به طور کامل پرداخت کردیم. اونا همشون روی پیرول بودن.
فقط با تکس رزولوشن پلاس مشاغل خود را زنده و پویا نگه دارید. IRS از طریق ERC بابت هر کدوم از کارگرامون تا سقف $26,000 به ما پرداخت کردن. 866-909-001. آژانس مسافرتی امیری تقدیم می کند تور 11 روزه به ترکیه، استانبول، بودروم، چشمه، آلاچاتی و ازمیر. دیدار از شهر زیبای استانبول و قصر باشکوه دلمه باغچه و خرید از آتلت های برند نیم ارزان. اقامت در هتل های لوکس و شیک در سواحل زیبا همراه با صبحانه و شام، رفت و برگشت هواپیما. تاریخ حرکت 28 سپتامبر. تلفن 818-758-2626 amiritravel.com. صدای شما در دادگاه مهم است. هموطن، شما برای حل مسائل قانونی و رسیدن به حقتان در دادگاه‌های ایران نیاز به وکلای جوان، پویا و خوشنام دارید. رفع مصادره املاک طبق اصل 49 قانون اساسی، کلیه دعاوی حقوقی، زمین و املاک و مستغلات، اخذ اجازه افک برای انتقال ارز از ایران و کلیه امور، ابطال سند، ابطال قرارداد، اجرای ثبت، اختلافات ثبتی، اخذ و مطالبه اجرت المثل، ارث، الزام به تنظیم سند رسمی، انحصار وراثت، تخلیه املاک مشاعی، تفکیک، افراز و تقسیم، تنظیم قراردادها، چک، حضانت فرزند، خلعیت و تخلیه. وکلایی که آگاهی کامل از قوانین جدید ایران همراه با پشتوانه و تجربه پرونده های برنده را دارد. 24/7 lawyers 24 ساعته 7 روز هفته در خدمت شماست. شماره تماس 818-577-77-59. کیو مارکت دنیایی است از انواع میوه و سبزیجات تازه، لبنیات و خاروبار، گوشت و مرغ و ماهی برای همه سلیقه ها و ذائقه ها. کیو مارکت با قیمت های باور نکردنی همراه خانوادگی شماست. تلفن تماس 818-345-4251 به نشانی 17-261 خیابان ونوبن در منطقه ولی. خب همینان ارجمندم با آقای پرویز دستمالچی عزیز هستیم. چهره شخص صاحب نظر، یکی از بازماندگان یک تراژدی هولناک در تاریخ معاصر ایران، یعنی جنایت میکونوس، عملیات تروریستی در میکونوس، که خوشبختانه آقای دستمالچی برای ما ماند که گزارش بده که حکومت جمهوری اسلامی با نخبگان این مملکت چه کرد، اونم با اعزام اراذل اوباش مسلح خودش و کشتاری که کرد، اونم دوستان آقای دستمالچی همه از بین رفتند. آقای دستمالچی خیلی خوش آمدید، درود بر شما. جناب میبودی درود بر شما و بینندگان و شنوندگان محترم و سپاس از این که لطف کردید و منو دعوت کردید. تشکر. چطور آقای دستمالچی؟ اتفاق بدی افتاده شب گذشته در مسکو. مسکو آقای ولادیمیر پوتین میزبان شورای همکاری کشورهای عرب خلیج در اونجا نشستند و قطعنامه‌ای هم صادر کردند. تأکید شد بر اینکه موضوع سه جزیره خلیج فارس، من میگم خلیج فارس، خلیج عرب در واقع خلیج، یا از طرق مسالمت آمیز یا میره به دادگاه بین المللی دادگستری، میره در اونجا تعیین تکلیف بشه. بنابراین دو قدرت رفتن پشت سر جدایی این سه جزیره از خاک ایران. اینا همه در دوره علی خامنه‌ای در رخ میده. پیش از این هم بخش عمده ای از سرزمین رو از دست دادیم. در کجا؟ در شمال ایران،
یعنی دریای مازندران یه چیزی حدود 11% مساحت دریا رو از به اصطلاح سهم خودمون رو دادیم، واگذار کردیم به کشورهای حول و حوش دریا. سراپا گوش جناب میبودی، واقعیت اینه که ایران در 170 سال گذشتهش به دلیل سیاست‌های غلطی که انجام گرفت حدود 60% اراضیشو از دست داد، یا داد و یا تصاحب کردن و غیره. واقعیت اینه که شما الان هم سیاست‌های انجام میگیره که در نهایت منافع ملی و سرزمین ایران رو به خطر میاندازه، انداخته و در آینده به خطر خواهد انداخت تا زمانی که این حکومت دینی بر سر کاره. این حکومت دینی اصولاً چیزی به نام حاکمیت ملی و تمامیت ملی را به رسمیت نمیشناسه. اگر که شما به خاطرتون باشه که حتما هست، موقعی که خمینی اومد سر کار یک حمله‌ای به ملیگرایان کرد و اونها رو مرتد و کافر اعلام کرد. منظورش در اون زمان از ملیگرایان جبهه ملی و غیره نبود، اونها هم بودن، در اون چارچوب بودن، ولی منظورش در مخالفت سیاسی با جبهه ملی و غیره نبود. اصولا اسلامگرایان، بنیادگرایان در پی حالا چه وطنیش این اینایی که سر کار هستن، چه داعشش، چه اخوان المسلمین و غیره، اینها خواهان یک حکومت، یک امپراتوری اسلامی هستن و جمهوری اسلامی هم ولایت فقیهون هم یک حکومت اسلامی ولایت فقیهی به سبک ایران میخواد و در رابطه با این مسئله هر نوع ملیگرایی. منظور این است که اگر که به تاریخ اروپا نگاه بکنید، کلیسا به تمام اروپا تسلط داشت و این جنبش های ملی بودن که کمر کلیسا رو، حاکمیت دین رو در اروپا شکوندن و واحدهای ملی به وجود اومد. ایران این واحد ملی رو داشت و پیش از انقلاب حاکمیتش هم واقعیت این استش که در منطقه بسیار خوب و به درستی اعمال میکرد، به دلیل سیاست‌های درستی رو که داشت در یک هماهنگی و همراهی با سیاست‌های کشورهای غربی در برابر هر نوع تجاوزی که از شمال یا جنوب و یا شرق و غرب ایران انجام میده. این حاکمیت رو این حکومتگران قبول ندارن اصولا، یعنی مسئله 10 بارم گفتن که براشون مسئله اسلام و حاکمیت اسلامی مهمه، مرز و ملیت براشون مهم نیست. شما اگه به خاطرتون باشه همین چند ماه پیش مسئول بخش اجتماعی وزارت کار و امور اجتماعی می گفت که ما وضع اصلا پول نداریم، بودجه نداریم، وضعمون طوریه که این احتمال وجود داره که اصلا حقوق بازنشسته ها رو هم نتونیم بدیم. و این تورمی که الان به این ترتیب وجود داره نتیجه این هستش که همینطوری پول یه شده کاغذ الکی چاپ میزنن و میدن دست مردم و تورم با بالای 60-70% همینطوری میره. یعنی عملا اون پولی که به مردم میدن هیچ ارزشی نداره و واحد ملی ایران، پول ملی ایران در برابر پولهای قوی مثل یورو و یا دلار، اینها دائما در حال از دست دادن ارزششون است. ایشون میگفتش که ما پول نداریم و ممکنه مجبور بشیم بخشهایی از ایران رو بفروشیم، جزایر رو بفروشیم و
و بعد مثال زد که در این رابطه زمانی که یونان وضعش بود اینطوری بود، این جزایرش رو چند تا رو فروخت و این کن. در نتیجه این که جزایر ایران رو در پشت پرده توافق کرده باشن که بفروشن به عربستان و یا کشورهای دیگه‌ای که ادعا دارن، و این جزایر متعلق به ایران است و جمهوری اسلامی به خاطر موقعیت بسیار بسیار بدی رو که در تمام زمین‌ها چه در درون و چه در بیرون داره، در واقع میتواند پشت پرده همچنان که در رابطه با دریای خزر چنین کرد و سهمی رو که ایران داشت از دست داد، به طوری که نماینده خود اونها در شورای دریای خزر بعدن در مصاحبه کردن گفتن که ما اصلا زمانی که جمهوری اسلامی اومد و مسئله این 13% و اینا رو مطرح کرد تعجب کردیم، چون فکر نمی کردیم که چنین بشود، ولی چنین کردن. منافع ملی ایران رو همه جا به خطر انداختن. آنچه که براشون مهمه حاکمیت دین و استقرار اونه و چیزهای بسیار بسیار بی ارزشی مانند حجاب اجباری و یا غیره که شما باید نگاه بکنید به دنیا که 8 میلیارد، بیش از 8 میلیارد در جهان زندگی میکنن و مثلا در جمهوری اسلامی و طالبان مسئله حجاب اسلامی است، بقیه زنا همه این 4 میلیارد زنی که در دنیا وجود دارن گویا میرن به جهنم و اینا فقط میرن توی بهشت. یعنی به خاطر یک مسائل ایدئولوژیک بی ارزش با تمامیت و وحدت ملی ایران بازی کردن و این احتمال وجود داره. همچنان که ببینید اینا بیش از 10 سال در یمن جنگیدن و کمک کردن به حوثی‌های طرفدار خودشون، ولی در یک فشار که از بیرون و از درون اومد برای حفظ خودشون عقب نشستن و عربستان سعودی رو که دشمن خونی خودشون میدونستن رفتن توافق کردن و نام شیخ النمر باقر النمر رو از خیابونا پایین کشیدن. زمانی که در عربستان اعدام شد اینو قهرمان اعلام کرد جمهوری اسلامی و اسمش هم اسم خیابونی رو هم به نامش کرد و غیره همینا. و حتی موقعی که نماینده دیپلماتیک عربستان سعودی به جمهوری اسلامی میره و در وزارت امور خارجه اتاقی هست که اونجا باید صحبت کنن عکس قاسم سلیمانی هست، نماینده عربستان اعتراض میکنه و قاسم سلیمانی که برای جمهوری اسلامی فردی بسیار مقدس بود و هست و غیره از این حرفا، شما میبینید که بعدن میرن گفتگو رو در اتاقی میکنن که عکس قاسم سلیمانی نباشه. یعنی برای جمهوری اسلامی هیچ چیزی اعتبار نداره مگر مسئله حفظ قدرت سیاسی از راه کشتن و کور کردن و اعدام و غیره. به همین دلیل ایرانیان میبایستی حواسشون جمع باشه که اینها به طور پنهانی تیکه تیکه ایران رو به فروش نذارن، همچنان که این کار رو تا کنون کردن. آقای دستمانچی، الان داشتم با دکتر عباس میلانی عزیز صحبت میکردم، اشاره کردن به واکنش مثلا وزیر خارجه ایران وقتی یکی از سیاستمداران آمریکایی از زبانش در میره و میگه که خلیج، و بعد ایشون اعتراض میکنه و بلند میشه که بره جلسه رو ترک بکنه، میدونه میگه نگاه کن یاد داشتم کردم خلیج فارس. اینو گفتم به هر حال که مخففش کنه حرف طولانی نشه. میخوام ببینم واقعا اگر این اتفاق حالا در اون زمان افتاده بود به احتمال زیاد ایران مناسباتش با روسا قطع میکرد نیست؟ ببینید
جمهوری اسلامی یک تکیگاه اصلی داره از جمله روسیه و چین. جمهوری اسلامی با سیاست‌هایی که کرده در تمام دنیا در بخش‌های مختلف منزوی است و نیازمند این کمک و پشتیبانی روساست و چینیا. یعنی اگر که روسا هم بکنن، من فکر نمی کنم تا اونجا بروند که بخوان روابطشون رو به اون زمان رو میگم، الان که اصلا با روسیه قطع بکنن. و اون ما باید واقع بین باشیم و بدونیم که کشوری عین ایران بدون پشتیبانان قوی جهانی توان این که بتواند از حقوق ملی خودش و از تمامیت ارضی و حاکمیت ملیش دفاع کنه نداره. و این مسئله فقط شامل ایران نمیشه، بلکه شما به اروپا و اروپای غربی نگاهی بندازید، به اتحادیه اروپا، ببینید که این اتحادیه اروپا در واقع روی پاش در زمان جنگ سرد یا کشورهای اروپای غربی ایستاد به پشتیبانی ناتو. یعنی اگر غیر این بود که پیمان ورشو 48 ساعته تا پاریس هم می اومد. الانم که جنگ محدود شده به اوکراین، مال این استش که اتحادیه اروپا با ناتو همکاری میکنه. یعنی روسیه حکومتی است که روابط و مناسبات بین المللی و قراردادهای بین المللی رو قبول نمیکنه، زیر پا گذاشته. در جزیره کریم زیر پا گذاشت، در گرجستان زیر پا گذاشت، در آذربایجان زیر پا گذاشت، در اوکراین زیر پا گذاشت. سیاست های سده 18 و 19 میکنه، یعنی سیاست این که من قدرتم بیشتره و هر کاری که میخوام با همسایه هم میکنم. و این جلوی این قدرت این چنینی رو فقط قدرت دیگری میتواند بگیرد. و جمهوری اسلامی در این زمینی که اصلا پشتیبانی بین المللی نداره، نه تنها نداره، دشمنم برای خودش همه رو درست کرده. به همین دلیل جمهوری اسلامی برای ادامه حیات، یعنی نزدیکیش، باید به این توجه کرد، نزدیکیش به عربستان سعودی و پس کشیدن از دخالت، بعضن پس کشیدن از دخالت در جنگ یمن، مربوط به این میشد که چینی ها آمدند و رفتند و گفتند آقا جان، ما اگر پشتیبانی ما رو میخواییم، ما در عربستان میخواهیم 500 میلیارد دلار سرمایه گذاری بکنیم، نمیتوانیم در شرایطی سرمایه گذاری بکنیم که خطر این وجود داره که همه از بین بره. یعنی جمهوری اسلامی خطر، و اگر میخواهید با ما دوست باشید و اگر میخواهید که ما هم در جمهوری اسلامی سرمایه گذاری بکنیم، باید برید رابطتون رو درست بکنید. و اینها رفتن کردن. ولی این که چینی ها بتوانند این سرمایه گذاری هایی رو که قول دادن بکنن، بسیار مورد سواله. چون باید توجه داشته باشید که بسیاری از این شرکت های چینی که میخواهند برون سرمایه گذاری رو بکنن، رابطه با امریکا دارند و امریکا میتواند اینها رو تحریم بکنه و اونها هرگز و هرگز رابطه اقتصادیشون رو با امریکا که بزرگترین و ثروتمندترین بازار برای چینی هاست، قربانی امتیازاتی رو که جمهوری اسلامی به اونا خواهد داد نمی کنن، همچنان که همیشه هم کجدار و مریض این کار رو کردن. اما جمهوری اسلامی با وجودی که به احتمال قوی مجموعه اینا رو هم می دونه، ولی سیاست هایی کرده که عملا رفته شده ابزار کار این دو قدرت جهانی. تشکر میکنم آقای پرویز دستمانچی عزیز، ممنون از حضور شما. تا دیداری دیگر، گفتگوی دیگر، سپاسگزارم. منم از شما بسیار سپاسگزارم.